سلام امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه تو این ویدیو میخوام یک تیپ بهتون نشون بدم که چطور دانه اول و آخر وقتی که در گربافی کور میکنیم رو به همدیگه وصف بکنیم که حالت قشنگی داشته باشه و خیلی تر و تمیز باشه وقتی که میخوایم این سمت و اون سمت رو به هم وصف بکنیم نگاه کنید من دانه آخر رو اینطوری کور کردم نخ رو نکشیدم بیرون میبینید اینجا این حالت این دونه به روح هست و کور شده این دونه اولی که کور شده به زیر هست ببینید یه حالت اینطوری داره یه حالتی که به هم وصل نیستن برای این کار چه کار میکنیم ببینید این دانه آخره که کور کردیم نخ رو از توش اینطوری میکشیم بیرون به این صورت ببینید این شکلیه با استفاده از یه سوزن مخصوص کاموا بافی این نخ رو توی سوزن میکشیم و بعد چه کار میکنیم ببینید اینجا به این شکله الان ببینید این گندمی که دانه اولی که کور کردیم اینجاست الان این گندمی که اینجا میبینید روی اون دانه است که اول کور کردیم این گندمی رو ببینید این نخ رو که داخل سوزن کشیدیم میایم سوزن رو از این دوتا گندمی به این صورت رد میکنیم اینجوری میشه ببینید این شکلی میشه اینجوری بعد الان چه کار میکنیم الان ببینید این گندمی دونه آخریه که کور کردیم اینجا این این طرفش رو میگیریم سوزن رو ببینید این گندمی آخریه که کور کردیم من یکم گشادش کنم که قشنگ مشخص باشه این گندمی آخره این گندمی هست اون طرف گندمی رو از داخل اینطوری سوزن رو رد میکنیم از تو گندمیه و این طرفش رو میگیریم ببینید و نخ رو اینطوری سوزن رو از زیر این نخ رد کنیم و به این صورت میکشیم بیرون ببینید اینجا هم یه حالت گندمی میفته میبینید اینجوری میشه این اون دونه که الان با سوزن انداختیم به این صورت ببینید الان این طرف و اون طرف کار اینطوری به هم دیگه وصل میشن الان برای اینکه نخمون در نره چه کار میکنیم الان کار رو اینطوری از پشت از داخل کار از داخل کار اینطوری میکنیم که این الان دو تا به زیر هست. این گندمی های وسط رو نخ رو اینطوری رد می کنیم. بعد دوباره از گندمی پایینی. دوباره از بعدی. ببینید به این صورت یه طرف گندمی رو می گیریم و نخ رو داخلش می کشیم که نخمون در نره و نیازی به گره زدن نباشه. به این صورت یه چند تا دانه رو اینطوری میگیریم نخ رو از توش رد میکنیم به این صورت ببینید کاملا محف میشه تو کار بعد الان الان این اینجا آخره اینجا آخرین دونه است که نخ رو از توش کشیده بودیم بیرون بعد این طرف گندمیه رو میگیریم این سمت گندمی است نخ رو از توش رد می کنیم بعد دوباره ببینید من کار اینطوری می کنم دوباره این نخ رو از این قسمت می کشیم به سمت بالا الان به این صورت از داخل این گندمی اینطوری به این صورت می گیریم این ها رو می گیریم و نخ رو داخلش می کشیم. به این صورت تا بالا این کار رو انجام میدیم ببینید به این شکل در میاد کارمون کاملا حالت گندومی رو به خودش میگیره و دیگه نخمون هم در نمیره و نیازی به گره هم نخواهیم داشت الان کارو چی میکنیم این هم از این قسمت میبینید کاملا این قسمت و اون قسمت به هم دیگه وصل شدن این هم از این روش کاربردی که بهتون نشون دادم و امیدوارم که لذت برده باشید از بافتنی لذت ببریم و تا ویدیوی بعدی خدافز